خانم پورفاضل بیانی، شما به همراه 13 نفر دیگه از فعالان حقوق زنان با فاصله اندکی بعد از بیانیه صادر شده که 14 فعال سیاسی و مدنی منتشر کردن، آیا این دو بیانیه با هم در ارتباط هست، به خصوص اینکه خب تعدادش که به عنوان 14 نفر شناخته میشه یکی هست؟ باید اول یه توضیح خدمتتون بدم. میدونید عدد 7 در فرهنگ ایران عدد خوشبختیه، عدد خوشیومنیه. در سایر فرهنگ ها من تا اونجایی که میدونم عدد 7 عدد جالبیه براشون. به هر حال ما فکر کردیم که 2 تا 7 که هر دو فرد هستن وقتی کنار هم قرار میگیرن 14 میشه زوج. برای همین که ما 14 نفر رو انتخاب کردیم. پیرو اون بیانیه‌ای که آقایون دادن که خب سر و صدای زیادم به پا کرد، ما فکر کردیم که خانم ها هم بیان یه همچی بیانیه رو بدن، به خصوص که به هر حال ما ظرف این 14 خیلی سرکوب شدیم خانوم ها. میدونید به هر حال هم از نظر حقوق و هم از نظر موضوعات شخصی خودمون، به هر حال از نظر قانون و مقررات میدونید که چه مشکلاتی داریم، با چه محدودیت های روبرو هستیم. البته در این بین یکی از آقایین اون 14 نفر، آقای لاله محمد، هم در هماهنگ کردن خانوم ها با هم نقش خیلی خوبی داشتن، برای اینکه بعضی از ماها همدیگر رو زیاد نمیشناسیم، از گروه ها و طیف های مختلف هستن خانوما، یکسان و یک جور نیستن تومون، همه از همه جور مشاغل هست، حتی خانه‌دار، حتی بی حجاب و با حجاب، همه جور. برای اینکه ما خواستیم که از تمام قشرها این کسی که سخن میگه خودش رو نماینده یا هم اون قشری بدونه که هست. به همین دلیلم ما فکر کردیم که اگر که این 14 نفرها همچنان پی در پی ادامه داشته باشن و فضایی رو به وجود بیارن که کسانی که در هرم قدرت قرار گرفتن متوجه بشن که مردم چقدر از اینا ناراضی هستن و اصلا راضی نیستن این مسائلی که بعد از انقلاب پیش آمده، چون مردم برای این کارهایی که اتفاق افتاد بعد از انقلاب بلند نشدن تو خیابون‌ها بریزن، برای اینکه سرکوب بیشتر بشه، کشتار بیشتر بشه، زندان ها بیشتر پر بشه. مردم برای آرمان های دیگه ای داشتن برای بعد از انقلاب. به هر حال همه این سرکوب ها باعث شده که ما الان 2/14 نفر باشیم و بسیاری هم میخوان که حالا از گروه های معلم ها هستن، کشاورز ها هستن، کارگر ها هستن، از لایه های مختلف جامعه، هر کدوم باز 14 نفر بشن و صداشون رو به گوش بالایی ها برسونن. علاوه بر نکاتی که در بیانیه اومده، آیا برنامه های مشترکی رو شما 14 فعال حقوق زنان برای خودتون متصور هستید و آیا فعالیت های مشترکی رو قرار هستش که بعد از این بیانیه انجام بدید؟ ببینید بعضی از این خانوم ها اصلا فعال کنشگر مدنی هستن، در واقع در این زمینه ها فعالیت زیاد داشتن. من خودم که البته از قبل از انقلاب فعال حقوق زنان بودم تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم و هیچ وقتم این صحنه رو ترک نکردم، ولی معتقد هستم که ما بزرگترین برنامه‌مون که به پیش ببریم و بعد بتونیم آرمان‌های دیگه که مردم به اون معتقد هستن بپردازیم، قدم اول اینست که رهبر استعفا بده، چون تا ایشون هست خب مملکت همین وضع فجیع رو خواهد داشت و معلوم نیست تا کجا کشیده میشه، چه بسا که اینجا مثل سوریه بشه، هیچ بعید نیست، یا به هر حال مثل عراق که هر روز یادتون هست هر روز 100 نفر 200 نفر کشته میشدن در اثر بمب‌گذاری ها، یا بغل گوشمون افغانستان. ما به عنوان یک کشور متمدن قدیمی که در منطقه خاورمیانه قرار داریم، ما نمیخوایم که این بلاهایی که سر بقیه اومد در اثر بی سیاستی به اصطلاح رهبرانشون، همین بلا هم سر ما بیاد. ولی ما الان قدمی بیشتر فاصله نداریم با شورش و بلبشویی که امکان داره اتفاق بیفته. صدور چنین بیانیه‌ای به خصوص در موقعیت اقتصادی و سیاسی بحرانی که جمهوری اسلامی در اون قرار داره، فکر میکنید که چه تأثیری داره و چه تبعاتی قاعدتا برای شما خواهد داشت؟ ببینید وقتی کاری شروع میشه نباید انتظار داشت که آنن بازتابش رو ببینید شما. البته بازتاب مثبتش در جامعه بوده، ولی اینی که حاکمیت چه حالتی در مقابل ما بگیره،
حالت دفاعی بگیره یا حالت حمله بخواد بگیره، این رو الان ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم. البته من به عنوان یک زن شاید بتونم پیش بینی بکنم که خانم هایی که به حجاب اعتقادی ندارند اونها رو گرفتن محاکمه کردن و محکومیت های طولانی مدت هم دادن، اینها رو میشه پیش بینی کرد که خب در مورد ما هم ممکنه که همین اتفاق بیفته. ولی ما پی همه اینا رو دیگه به تن مالیدیم و معتقد هستیم که از یه جایی باید بالاخره شروع بشه. به این صورت نمیتونیم ما این کشور پهناور رو دست یه عده‌ای بدیم که با بی سیاستی به اینجا کشوندن و واقعا مردم رو بی اخلاق کردن، برای اینکه اونقدر مسئله فقر و فحشا در جامعه ما گسترده شده که همه اخلاقیات رو از بین برده. چرا این بیانیه صرفا معطوف به حقوق زنان هست و مسائل زنان رو در نظر گرفته؟ به خاطر اینی که از ابتدای انقلاب اینها شمشیر رو برای زنان از رو بستن. خاطرتون باشه، شاید شما یادتون نیاد از سنتون کمه، ولی به محض اینکه انقلاب شد همون سال 58 بلافاصله آقایون اعلان کردن که قانون حمایت خانواده لغو میشه. خب وقتی قانون حمایت خانواده لغو شد یعنی چی؟ یعنی حقوق زن در واقع بزرگترین ضربه بهش وارد شد. چرا؟ برای اینکه ما در اون قانون خانواده برای زن حق قیمومیت، حق حضانت، حق ولایت اینها رو پذیرفته بودیم، به خصوص حق ولایت. حالا حق حضانت و قیمومیت رو قانون پیش بینی کرده بود، ولی میدونی که در اسلام زن ولایت نداره. برابر این که قانون سال 57 حمایت خانواده آمده بود برای مادرها نسبت به فرزندانشون حق ولایت قائل شده بود، این بزرگترین دستاورد ما بود در مقابل حوزویانی که کوچکترین قدمی شما برای مدرن کردن جامعه برمیدارید اونا وانفساشون میره به آسمون که ای داده بیداد الان اسلام از بین رفت. میدونید مشکل ما افکار حوزویه تو این جامعه که بالاخره هم آمدن و حکومت رو به دست گرفتن. ولی خدا رو شکر که آمدن حکومت رو به دست گرفتن و مردم دیدن که اینها مملکت رو به کجا کشوندن. صدور این بیانیه از نظر شما به این معنی هستش که اصلاحات دیگر در ایران پاسخگو نیست و اصلاح ناپذیر هستش نظام؟ ببینید، اصلا خانه از پای بست ویران است. وقتی که تمام پایه‌ها و بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه به هم ریخته و ویران شده، شما در ویرانکده چه اصلاحی میتونید انجام بدید مگر اینکه دو مرتبه اون بنیادها رو پیریزی بکنید و بسازید و بیاید بالا؟ تازه اصلاح طلب ها مگر در چارچوب اسلام نمیخوان کار بکنن؟ خب قوانین اسلامی همین است که ما داریم میبینیم، مگه فراتر از این میتونن برن؟ فراتر از این که نمیتونن برن. میتونن برای زنان حق ولایت قائل بشن؟ نمیتونن، برای که اون فراتر از احکام فقهیه. برابر این تمام گروه هایی که به نحوی از آنها میخوان در چارچوب اسلام و احکام فقهی قدم بردارن، از نظر ما زنان محکومه، به دلیل که ما میدونیم حق و حقوقمون در اون چهارچوب چی هست، بنابراین نمیتونیم ازش حمایت بکنیم. یعنی وقتی یه مردی اجازه داره 4 تا زن بگیره و تعداد صیغه هاش هم میتونه بی نهایت باشه، ما زنان مگر خیلی ابله باشیم که بیایم یه همچه قانونی رو بپذیریم و بنیادهای خانواده رو اینطور متزلزل بکنیم؟ میدونید اینا چیزهاییست که ما نمیتونیم ازش بگذریم. آقایون اصلاح طلب هم همینطور هستن، هیچ فرقی با اونهای دیگه ندارن جز اینکه قدرت دستشون نیست. اونها هم اگر قدرت دستشون بیاد بیگمان در همون چهارچوب میخوان قدم بردارن که تا به حال بنیادگراها و اصولگراها برداشتن. بنابراین برای ما زنان فرقی نمیکنه، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، ما میخوایم یک جامعه سکولار داشته باشیم با قوانینی که برابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی رو از بین ببرن. ما میخواییم کنوانسیون های بین المللی در مورد رفع تبعیض از زنان، در مورد حقوق کودکان و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در چارچوب اونها قوانینمون پیریزی بشه. غیر از اونم ما چیز دیگه نمیخواییم. انتقادی که به بیانیه شما و همچنین بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی وارد شده این هستش که به دلیل اینی که هدف بسیار بزرگه دستیافتنی به نظر نمیرسه و این انتقاد وجود داره که راهی رو این بیانیه ها پیش نمیبرن. نظر شما در این مورد چی هست؟ ببینید، من معتقد هستم که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. از همین بیانیه‌های 14 نفره کوچیک خواهید دید که به هر حال چه بازتاب وسیعی در جامعه داشته باشه، برای که ما
در متن جامعه هستیم. اونایی که در رأس هرم قرار گرفتن در متن جامعه نیستن، اونها با مردم سر و کاری ندارن، اونها در برج عاج خودشون نشستن و نمیدونن که در جامعه و زیر لایه های این جامعه چی میگذره. ما میدونیم، بنده که سوار مترو میشم میدونم، من که سوار تاکسی میشم میدونم که مردم در چه شرایطی هستن و چقدر بغض‌آلود صحبت میکنن راجع به سیستم ما.